درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. اصلاح طلب‌های ایرانی موجوداتی هستند که همیشه برای اینکه اصلاح کنند کوتاه می‌کنند، هیچ وقت هم دراز نمی‌کنند. اصولگراهای ایرانی هم تنها اصولگراهای دنیا هستند که هیچ اصولی برای رسیدن به قدرت ندارند و وقتی که قرار باشه به قدرت فکر کنند برای رضای خدا با شیطان هم همکاری می کنند و برای حفظ ارزش‌های دینی از هر کلاهبردار، فاسد و منحرفی استفاده می کنند. پروردگارا محبوسین ما، محصورین ما، مخصوصاً برادر بسیار عزیز و بزرگوار ما حجت الاسلام المسلمین آقا کریمه، برادر عزیز و بزرگوار ما آقای مهندس موسوی و خانم بزرگوار شما دیگران رو. فمینیست های ایرانی، فقط 5 دقیقه وقت لازمه که متوجه بشیم 80% فمینیست های ایرانی زبان انگلیسیشون ضعیفه، در حدی که فرق لزبیان و فمینیست رو نمیدونن و همین فمینیست های ایرانی تنها فمینیست هایی هستن که موقع طلاق گرفتن از مهریه، شیربها و جهیزیهشون نمیگذرن. حجاب و عفاف هم یکی از همین آزمون هاست و متناسب با اندیشه اسلامی ما که همراه هست با نظم سیاسی خاص، عفاف و حجاب یکی از عمیق‌ترین لایه‌های این سیاست هست. به همین دلیل شما می‌بینید در تاریخ اسلام در کشورهای مختلف اسلامی از جمله در ایران حجاب مسئله اول سیاسی کشور بوده و بر اساس او استعمار وارد شده و برای همین هم استعمار باز هم میخواد مجدداً برگرده و کاری که مادران و پدران این جمع انجام دادن، کار بزرگی که انجام دادن و در واقع استعمارگران رو بیرون راندن، امروز در یک قالب دیگری میخواد برگرده و وابستگی سیاسی ما رو به خودش بیشتر کنه. شاید اینکه در دولت 13 اتفاقات ناگوارتری در حوزه عفاف و حجاب رخ میده به دلیل پیروزی‌های سیاسی بیشتری است که نظام جمهوری اسلامی در این دولت باهاش روبرو هستش. و اما کمونیست‌های ایرانی، اونا غالباً آدم‌هایی هستند که دوست دارن به فقرا، یتیمان، روستاییان، بیوه زنان، درماندگان کمک کنن و جلوی فساد و فحشا رو میگیرن. دوست دارن همه برابر و برادر باشن. به شدت آدم‌های اخلاقی هستن. حتی در خانه‌های تیمیشون هم با زنانی که رفیق بودن مطلقاً با چشم هوس‌آلود نگاه نمی‌کردن. در واقع تنها آدم‌های واقعاً مذهبی ایران کمونیست‌هایی هستن که هیچ اعتقادی به خدا ندارن. ما با ولایت فقیهی که به مثابه خطکشی موجب صفبندی جامعه باشه نظر مثبت نداریم. این ولایت فقیه نیست، این جعله. به نام پیغمبر بین مردم فاصله درست کنیم، به نام امیرالمومنین فاصله درست کنیم، این خود خود شیطانه. امام معصوم ما، ولی فقیه ما، برای تثبیت و تحکیم و توسعه وحدت انسانی است. اپوزیسیون ایرانی هم تنها اپوزیسیونی در جهان که به جای اینکه با حکومت به جنگه با بقیه نیروهای اپوزیسیون می جنگه و حتی دیده شده که حاضره برای از بین بردن بقیه اپوزیسیون با حکومت هم همکاری کنه. جناب شهربانو دختر کیه؟ دختر یزگرد سپا. آقا هرچی میخوان بگن، یزگرد آدم خوبی بود. حالا مطالبی داره که الان نمیشه گفت، بگم ممکنه به خونه نرسه. بعدا خواهم گفت براتون. ایرانی ها رو خدا دو سه قبضه کرده ها، یعنی یه کمی میدونه تو ایرانی ها خوب خیلی زیاده، بعضی ها خیلی شرده. شما بیده حضرت ابراهیم ایرانیست دیگه، کرده. حضرت ابراهیم کرد، ایرانیست. جناب زرتشت آذریست.
و انشالله به حول قوه الهی این هر دو امام زمان همراهی میکن. خب همه اونایی که نگاه میکنن از اون حضرت مسیح میاد، حضرت موسی میاد، کی میمونه که بخواد مقابله کنه؟ ببینید همه ما یکی بودیم، یکی هستیم، مرزی وجود نداره. و البته امیدوارم که ما ایرانی ها بتونیم وظیفه تاریخیمون رو و رسالت تاریخیمون رو به درستی انجام بدیم. و این در حالیه که حکومت ایران هم تنها حکومت جهانه که به هیچ دوستی نیاز نداره، ولی همیشه به تعدادی دشمن نیاز داره و به همین دلیله که دائما دوستان و اعضای حکومت رو بیرون میکنه و از طریق تبدیل اونا به دشمن خودش رو زنده نگه میداره. مدیریت اسلامی غیر جهادی اینجوریه، طرف ریش داره، انگشتر عقیق داره، یقش هم اینجوری میبنده، یک تسبیح هم دستشه. بعد طرف آمده مردم میگه آقا آزنه، آقا پدر ما رو در آوردن، اداره اینجوری کرد، بخشنامه اینجوری شد، تسبیح دستشه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بله بفرمایید، شما بفرمایید، شما بفرمایید، خاک بر سرت مردی که سبحان الله، تو شب تو خونت برو بگو، اینجا جای سبحان الله گفتن، اینجا باید بلند شی به من بگی بله آقا کارت چیه. ما یک بار ندیدیم امام جلوی مردم تسبیح دستش بگیره سبحان الله سبحان الله، دیدید شما؟ سبحان الله جلوی مردم بلند، اون وقت کار یک اهل بیت قلابی درست کردیم برای خودمون، تشیع رو خلاصه کردن در عزاداری و زیارت و یک تشیع قلابی ساختن، اصلا با حرفای ائمه کاری ندارن. روزه بخون، چراغونی کن. و اما مذهبی های ایران، اونها میدونن که قدرت انسان رو فاسد میکنه، به همین دلیل حاضر نیستن هیچ بخشی از قدرت رو به مردم بدن. آنها دوست دارن که مردم به بهشت برن، ولی کارهایی میکنن که به نظر میرسه که به طور جدی میخوان به جهنم برن. آنها دوست دارن که همه میلیاردرها رو نابود کنن و خودشون میلیاردر بشن. اونها دوست دارن همه ساکت بمونن اما خودشون هر چی که دلشون خواست بگن. اونا دوست دارن بن سواران اشرافی رو از بین ببرن ولی خودشون پورشه و مازاراتی سوار بشن. آنها دوست دارن جلوی رفتن مردم به ترکیه رو بگیرن ولی خودشون به لاس وگاس برن. طلبه اگه درس خونده باشه جذب عدی نمیشه، آخون زیر بار خود و خدا نمیره، این میخواد بیاد از آخون سواری بگی جان شما. بعد از بیانیه ی هراس‌انگیز میرحسین موسوی مبنی بر جانشینی خامنه ای، این بار اعترافات تکان دهنده احمدی نژاد بعد از 11 سال جنجالی شد. کشورهای دنیا سازماندهی اراذل الاوباش سازماندهی میکنن، حتی مسلح میکنن. کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن علیه این طبقه اشراف، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینه های برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. یه گروه های سازمان یافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن، آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه های برخورد خشن با مسن مردم که او خودشون رو مطالبه میکنن فراهم بکنن. در انتخابات 88 به طور جدی و آشکار با نقش و اقدام سازمانیافته این باند امنیتی ما مواجهیم. من شخصا عملکرد اونها رو رصد میکردم. طنز نویسان ایرانی هم تنها طنز نویسانی در دنیا هستن که وقتی مردم نوشته هاشون رو میخونن به جای اینکه بخندن زار زار گریه میکنن. با این اوضاع داغون مملکت و این شواهد انگار بوی الرحمن خامنه ای جدیه و برای عروسک های اصلاح طلب و اصولگراش هم ناخوش آمده. مصوبه مجلس شورای اسلامی امسال دولت میبایست 2 میلیون مسکن رو تعویل جامعه بده. با برخوردهایی که امروز متاسفانه سازمان برنامه بودجه جناب عالی داره هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.